گاهی انسان فریب میخوره. الله تعالی میفرماید لقد كنت في غفله من هذا، به سکرات موت انسان میرسه، الله تعالی پرده غفلت را برمی‌داره. لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك، پرده را الله تعالی وقتی برمی‌داره حقیقت دنیا را می‌بینه، حقیقت فرزندان و بالاخره اون چیزی که تعلق به دنیا داره، حقیقت همه اینها را می‌بینه که اینها ماندنی هستند. الان چه سرمایه به امرای خودش داره، اینجا پشیمانه. الله تعالی می‌فرماید فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، امروز چشمای شما اون چرا می‌بینند که تا به حال نمی‌دیدند. نمیشه که ما محمدی باشیم یا عمری و ابوبکری و عثمانی و علی باشیم و به هر کس خود ما را نسبت بدیم اما صبح صدای اذان نشنویم، در زندگی ما نماز نباشه، در زندگی ما صداقت و راستی نباشه، در زندگی ما توحید الله تعالی نباشه، در زندگی ما قرآن نباشه، در عمل ما باور و یقین نباشه. ادعا کفایت نمی کنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن تا این باورها را در رب العالمین درست کنن. صحابی در دست خودش در میدان احد چند عدد خرما داره، می خواهد بخورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید این خرماها را بخور و شهید بشو، داخل بهشت میری. می فرماید بعد از خوردن این خرماها چه یقین و چه باوری، خرماها را می اندازه، می جنگه، شهید می شود، در بهشت میره. یا صحابه دیگر در میدان احد قرار می گیره، می فرما اینی لعجدو ریح جنه دون احدین، اینی لعجدو ریح الجنه دون احدین، در جلوی احد، در میدان احد بوی بهشت را من استشمام می کنم. مؤمن خونش ادر نمیره، ظالمین بدانند، به هر بهانه ای که مؤمن را می کشند مؤمن با خونش شجره اسلام را آبیاری می کند. فرق نمی کنه که این خون در کجا باشه، در سرزمین کربلا هست یا در میدان احده یا در میدان بدره یا در تبوکه یا در غزوه موته و سرزمین رومه یا در عراق یا در سوریه و لبنان و در یمن و در میانمار و در چچن و در هر قسمتی از کره زمین وقت خون مسلمان میشه که کفار بر این باوره که مسلمان را نابود میکنه، اما باور مؤمن بر اینه که در اونجا دوباره اسلام با این خون مسلمان رشد میکنه. مسلمان نابود نمیشه. این کی میآیند؟ بچه ها را به صف می کنند، زن ها را به صف می کنند، پدرانشان را جلویشان سر می برند، بچه هایشان را سر می برند. اینا می خواهند ایمان مسلمان را تضعیف کنند. نه، مؤمن در اینجا قدرت و شجاعتش بیشتر می شه. پس از این نظر سروران و عزیزان، ما مقتدای خود رسول الله صلی الله علیه و سلم را قرار بدیم. من اینجا بحث هایی را عنوان کردم که نیاز ما به اینها توجه کنیم. در رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها کسانی که ادعا میکنن محمدیان نزدیک نیستن، یعنی ادعا ما را به رسول الله نزدیک نمیکنه. اون حضرت میفرماید ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا، نزدیکترین انسان ها به من کسانی هستند که از کی میترسن؟ کسانی که از الله تعالی میترسن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اینها از همه به من نزدیکترن. ان اهل بیت هؤلاء يرون انهم اولى الناس بي، بعضی اینطور میگوین فقط اهل بیت، ولیس كذلك، این حدیث پیامبره، خرجه الطبرانی، ان اهل بیت هؤلاء يرون انهم اولى الناس بي وليس كذلك، ان اولياي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا، دوستان من، عزیزان من، متقیانن، پریسکارانن. اون حضرت خطاب میکنه به قریشی ها، یا معشر قریش ان اول الناس بی المتقون، ای قریشی ها، ای بنی هاشم، ای کسانی که خود را به محمد صلی الله علیه و سلم نسبن و قرابتن میرسانید،
فانظروا لا یأت الناس بالاعمال یوم القیامه، نگاه کنید روز قیامت بگونه نباشه که بقیه مردم با اعمال نیک بیاین. و تأتون به دنیا تحملونها، شما با بار دنیا بیایید که بر دوش شما هست. فاصد عنکم به وجهی و من چهره ام را از شما برگردانم. اونهایی که زحمت میکشند در فکر نجات ملتند، کسانی که ایمان و باورشان به الله تعالی هست، اینها به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک تر. اون حضرت فرموده هست اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاتا، کسانی هستند که بیشتر بر من درود میخوانند.